بیننده های عزیز و گرامی، خوش آمدین به ادامه برنامه عصر ریوال. جناب استاد مسعود بهره در کنار ما هستن، استاد پوانتون، و به ادامه برنامه هایی که درباره تکنولوژی و خدماتی که تکنولوژی برای ما انسان ها فراهم کرده، یکی دیگر از این موضوعات رو صحبت میکنیم که همانا درباره ارائه خدمات شهری توسط تکنولوژی. میخواییم ببینیم در سطح شهر، در جامعه، تکنولوژی در کنار این که موارد شخصی و خصوصی و کارهای روزانه‌ای که میتونه برای ما راحت بکنه، آیا دیگر سهولت‌هایی هم ایجاد کرده یا خیر، از زبان جناب استاد بهره میشنویم. خیلی خوش آمدین، وقت شما بخیر. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب شما و بیننده‌های بسیار عزیز و که همیشه ما رو تعقیب میکنن و برنامه ها رو تعقیب میکنن. دنیای تکنولوژی دنیای بسیار بزرگ است و ما هر چقدر در این پیش میریم، بحث ها بیشتر مفیدتر لالیتن و بسیار مبحث های جدیدی به پیش میره. و انشالله امروز با موضوعی که شما خدمت بیننده های عزیز عرض کرده، ما و خدمت بیننده ها هستم، انشالله که استفاده بکنیم. بسیار عالی جناب استاد. واقعا در قسمت کارهای روزانه و کارهای شخصی، کارهای فردی، کارهایی که میتونه در قسمت یک سری موارد خوردی و جزئی کار راحت تر کنه، تکنولوژی واقعا در تمام این بخشا دقت کرده و توجه کرده. خب حالا سوال اینجا خلق میشه که خدمات شهری شامل چه مواردی میشه؟ در کل میخوایم ابتدا مقدمه شما رو داشته باشیم، بعدا باز میپردازیم به خدماتی که توسط تکنولوژی ارائه شد. سپاس از شما. در مقدمه من خدمت بیننده های عزیز عرض بکنم که جمعیت شهرنشین در حال افزایش هست. بله. و این آمار روز به روز در حال افزایش هست و چیزی آمار که من دقیقا مطالعاتی که کردم، سازمان ملل تا سال 2030، یعنی چیزی چند سال دیگه، توقع زیر داره که جمعیت شهرنشین کشورها یعنی در دنیا بالای 60% برسه. بله. و بسیار یک جمعیت انبوهی خواهد بود، سر شهرها فشار بسیار زیاد خواهد آمد. بنابراین این موضوع میطلبه که بسیار در بحث شهری و شهرنشینی و عرضه خدمات برای از شهرنشین ها توجه بسیار جدی صورت بگیره. زیربناها باید آماده بشه برای شهرنشینی و بعد جمعیت شهرنشین رو به افزایش. امروز ما و شما بحث میکنیم که چی خدماتی در حقیقت در این موضوع یا در این بحث شامل میشه و چی خدماتی میشه از طریق تکنولوژی ما بسیار ساده و راحت بسازیم. موضوع ببخشیم یک موضوع دیگر من اضافه کنم. این موضوعاتی که ما و شما در حقیقت بحث میکنیم در مورد تکنولوژی که چی خدماتی ارزه میکنه، فقط در بحث سهلسازی از پروسه هست، چرا که این پروسه بسیار یک پروسه مشکل و دشوار هست. باید یک کمک، یک وسیله برای از اینا باشه تا این خدمات ارزه کنن. این مسائل امروز ما و شما هست. خیلی عالی. خب از اونجایی که شما اشاره کردین، روز به روز نفوذ هر جامعه، نه تنها جامعه ما، در حال افزایش هست و نیاز است برای مدیریت و همچنان برای سرسازی و آسانسازی کارها یک سری موارد در نظر گرفته باشه که تکنولوژی، ما در ابتدا هم گفتم، چیزی را از قلم ننداخته و در این قسمت هم کارهایی صورت گرفته. خب حالا سوال اینجا هست، ما در ابتدا هم گفتم، خدمات شهری چه مواردی رو در بر میگیره؟ تکنولوژی نقش از او در این راستا چی بود؟ بسیار سوال اصلی بحث ما و شما همین هست، سوال بسیار خوبی هست. ببینیم وقت جمعیت شهرنشین رو به گسترش میافه، اینا زیربناهایی به کار دارن. زیربناهای از اینا شامل خیلی مسائل مثل تیه آب آشامیدنی برای از تعداد از مردم هست، تیه برق هست، سرک ها هست، پارکینگ هست، خدمات صحی هست، خدمات آموزشی هست، مشاوره ها هست، خدمات امنیتی هست، زیربناهای اقتصادی هست، زیربناهای فرهنگی هست، خیلی ساده مسائل ترافیکی و نظم و قوانین هست، مسائل زیباسازی شهر هست، تمیزی یا صفایی شهر هست. این مسائل هست که در این محور شهرنشینی میچرخه. حالا یک قسمتی از این به دوش یک سازمان های دولتی هست، یک قسمت از این به دوش مردم هست، یک قسمتی به دوش بعضی نهادهای فرهنگی و اجتماعی هست، هر کس در یک سهمی داره. من یک چند موضوع خدمت شما عرض میکنم. وقتی یک جمعیت بسیار بزرگی به شهر مراجعه میکنن، یک مثال بسیار ساده میزنم، اینا نیاز به این دارن که یک نظم ترافیکی بسیار بزرگی برقرار بشه.
و این نظم برقرار نمیشه مگر ای که با یک سری امکانات تکنولوژیکی. چرا که دولت و حکومت قدر امکانات نداده در هر سرکی در هر جاده یک نفر استاد کنه و این نفر باید معذب باشه تمام وسایط سمتر کنترل بکنه، توانایی از این نیست. و در شب نمیشه شب و روزی باشه، این ربات که نیست، یک انسان هست، این نیاز به خواب، استراحت و تبدیل و این امکانات مادی ازی بسیار زیاد میشه. حالا جای از اون تکنولوژی آماده گرفته با یک لایت ترافیکی، یک چراغ ترافیکی، یک چراغ ترافیکی میتونه این کار همین نفر به شرط از این که یک فرد واقعا یک شهروند خود مسئول بدانه و از او واقعا به صورت درست استفاده بکنه و در حقیقت قانون رو بر خود تطبیق بکنه. بنابراین چراغ ترافیکی میتونه جایگزین از او بشه. بله. در بخش برق میاییم، ببینیم این جمعیت زیادی که به شهر میاین، 60% جمعیت ما و شما اگر میاید داخل یک شهر و شهر نشین میشن و زندگی عادی خود در شهر میگذرانن که حق از اونها هم هستی کار را انجام بدن. حالا اینا زیربنای اساسی بسیار مهمه که کار دارن، نیاز به برق دارن، تأمین انرژی دارن که بتانن زندگی خود به پیش ببرن. این تکنولوژی آمده در این زمینه برای از اینا پیشنهاد داده، گفته بیاییم از تکنولوژی، از روش های جدید، چون ما نمیتونیم اقدر برق تولید کنیم که از 30% فرزن رو برسان دو برابر کنیم برق رو به 60% نمیتونیم. من از انرژی آفتابی یا از انرژی بادی استفاده کنیم یا از خیلی از چیزهای دیگه. تکنولوژی این موضوع یا همین خدمت رو به دست ما قرار داده، ما میتونیم از او استفاده کنیم، حالا شخصی یا فردی میشه و یا دولتی میشه، باید از این قبیل گپا استفاده بشه. مثلا در بخش سرکسازی ما نمیتونیم با وسایل قدیمی و حساب سابقه و چند سال پیش حالا بتانیم اینقدر سرکار ما اسفالت کنیم یا منظم بسازیم برای راحتی و یا سهولت مردم شهر. در حقیقت باید از تکنولوژی استفاده کنیم، باید از وسایل بسیار جدید برای سروی از او، از خیلی از جی پی اس ها استفاده میشه، جی پی اس های بسیار بالا که میتونه سنسورهای در او اصل میکنن که میتونه سختی و سفتی در بخش های انجینری، بسیار انجینر صاحبای عزیز اگر بیننده ما باشن این موضوعات میفهمن، بسیار برای نام میتونه تمام اطلاعات زمینه بده که چقدر سخت است، چقدر میتونیم آسانی بکنیم، چند متر باید بکنیم و چه کار اینا استفاده میشه. اینا نمونه ها یا مثال هست. مثلا در بخش خدمات آموزشی حالا شاید نتونیم در این زمان برای کل از این طفلهایی که از اطراف ما داخل شهر و زندگی شهر نشینی آغاز کردن به یک مرتبه ما مکتب بسازیم یا آموزشگاه بسازیم یا کتابخانه بسازیم. باید ما آموزش آنلاین برای از این اول شروع کنیم و یک سری چیزها از طریق آنلاین برای از این، از وبسایت های مختلف برای از اینا بدیم، کتاب های رایگان برای از اینا معرفی کنیم، بیایم یک سری آموزش ها بدیم. در بخش مشاوره شما ببینیم، حالا اینقدر نفوس نمیتونه به یک مشاور، فرض کنیم ما در یک بخش مشاور اقتصادی فرض کنیم یک نفر یا دو نفر یا پنج نفر در شهر داریم، آیا این پنج نفر جوابگوی چند میلیون نفر شهری هست؟ نیست، مطمئنن که نیست. بنابراین چی کار باید بسنجیم؟ باید بیاییم یک سایت مشاوره آماده کنیم که اکثر مشاوره های روز که عام هست، معمول هست، سوالاتی که معمول هست، اینا در اونجا باشه. نفر مراجعه میکنه بدون مشاوره هم میتونه یک سوال خود پیدا بکنه که آیا همین موضوع چی مشکلاتی است. و یا در خدمات پاکی شهر، صفایی شهر، امروز میبینیم از سیستم های بسیار پیشرفته و از اونها استفاده میکنن، در نل های آب از بخش مواد که چی قسم حالا مواد کلور میگیرن یا دیگه موادی که در آب صحیح بشه و استفاده میکنن، ببینید سیستم بسیار پیشرفته استفاده میشه. خب طبعا اگر تکنولوژی نباشه و این سیستم با ماشینالات مدرن، سیستم آبرسانی ما مجهز نباشه، این سیستم آبرسانی قدیمی جوابگوی اینقدر نفوس شهری نیست. شاید در یک شهر بسیار خوردی کارایی داشته، در یک منطقه خوردی، ولی چیزی که ما گفتم که 60% مردم تا چند سال نزدیک، 5-6 سال نزدیک میاین شهر نشین میشن، این جوابگوی از او نخواهد بود. مثل از این امثال هم چندین مطلب اگه یک اتفایی ما و شما یک آمیریت یا مدیریت یا ریاست اتفایی با چند نفر خاص، حتی در بخش جواب و سوال اینا نمیتونن اقدر نفوس اینا مدیریت بکنن. دقیقاً. چی برسه به یکی یک جای آتش سوزی خدای نکرده بشه یا مشکلاتی بشه، اینا رسیدی کردن نمیتونن، مگر اینکه تکنولوژی در کنار از اینا باشه، ارتباطات بسیار سریع باشه، ابزار از اینا بسیار نوین باشه، امکانات بسیار جدیدی داشته باشن، نظارت بر شهر داشته باشن از طریق پهپادها و غیره، نظارت داشته باشن، سیستمایی داشته باشن که آنلاین بتونن چک بکنن به کدام قسمت شهر واقعا ما ابزار و وسایل و امکانات آتش نشانی داریم و کجاها نداریم، چی نواقص داریم، اینا رو بررسی کنن. سایتی داشته باشن که مردم نظر بده،
که برادر من فلانه جا دیدم که همین چیز هست، همین مشکل بله هست بله. من فلانه مارکت رفتم دیدم که اینا وسایل ضد حریق نداشتن، نفر نظر خور بده، اینا نظرات جمع‌آوری کنن، تجزیه و تحلیل کنن، راهکارها رو پیدا کنن. باید وبسایت برای از اینا باشه. ببینیم موبایل ها باید باشه، چندین موبایل باشه، اینترنت اینا باید داشته باشن به دست از که هر کس بتونه از طریق اینترنت با اینا تماس بشه و دیگه گپات تماس های تصویری داشته باشن، امکانات اینترنت بسیار بالا داشته باشن. یک قسمت تصویری میشه شاید تا اینا میرسن یک مشوره بگیرن که این آتش از ما چه کاره، چی را کاره بسنجیم. و خدمات صحیح مثلا یک دکتر آنلاین باشه با یک مریض بتونه صحبت بکنه. نمیشه که همه مریضا مراجعه کنن، چند نفری میتونه به یک روز بپذیره به داخل معاینه خونه خود و اینا طبعا ببینه. شاید خیلی از مریضیا بشه از راه دور با یک مشوره راه حل داشته باشه، میبینه آنلاین و دکتر برای ازو توصیه میکنه، آنلاین برای ازو یک نسخه میفرسته و نسخه خود میبره به دواخانه، دواخور میگیره. حالا به هر ترتیبی اینا چند تا نمونه از مثال است از خدمات شهری که امروز تکنولوژی میتونه جوابگوی تعداد زیادی از شهروندها باشه دقیقا. به جای از اینکه ما افراد رو موظف کنیم فیزیکلی که به اونجا وجود داشته باشه. بله، مورد خیلی خوب اشاره شده، از جمله که جناب استاد هر روزی که از عمر انسان میگذره و این انسان در تلاشه که بتونه سهولت‌های بیشتر در زندگی خود نه تنها بلکه در زندگی سایر افراد جامعه ایجاد بکنه. ما روز به روز شاهدیم، هر روز میبینیم یک فناوری و یک تکنولوژی جدیدتری، یک دستاورد بزرگتری نشان داده میشه، به نمایش گذاشته میشه و خود واقعا نشان دهنده کار و تلاش انسان ها هست. و همچنان در گذشته ها جناب استاد فرد رو موظف میکردن، مثلا نور روان میکردن مخارج از کشور که اون مهارت رو فرا بگیره، بعدا هم اون فرد بیایه و برای دیگر آموزش بده. کار هم اون فرد فعلا یک وسیله یک ماشین میکنه، فقط نیازه که ما روش استفاده از همون ماشین رو یاد بگیریم. دقیقا، امروز بحث از او اصلا بحث های خیلی از بحث ها را حالا تکنولوژی خیلی از مشکلات ما را حل کرده، از جمله مشکلی که شما گفتیم خیلی ساده حل شده. همون آموزش ها میشه که به دسترس همون نفر از راه دور باشه، میشه به دسترس همون مردم از راه دور باشه و بسیار ساده از او استفاده بکنن که جزوی از خدمات. قبلا در برنامه قبلی ما یادآور شدیم، یک یادآوری این جمع میکنم به خاطر که ربط داره به موضوع ما، مسئله دولت الکترونیک هست، خدمات ارزه خدمات از طریق الکترونیک. یکی از بحث های امروز ما هم در حقیقت همین هست که میشه که جای داره در می یادآور باشم، دولت الکترونیک خود یک خدمات بسیار بزرگ هست که برای افراد انجام میشه. اگر ما تعداد شما فرض کنیم تعداد ساکنین شهرنشین هرات دو برابر میشه، خب طبعا ریاست پاسپورت نمیتونه با این تعداد با این افراد جوابگویی از اینا باشه، تذکره الکترونیک نمیتونه، یک بانک نمیتونه جوابگویی از اینا باشه. ببینیم در اینجا چی کاربرد داره؟ در اینجا سیستم ها کاربرد داره بله. که هم از اینا ثبت نام کنن، برای هم از اینا یک شماره، یک ردیف، یک سیستم باشه برای از اینا شماره دهی کنه که برادر تو امروز بیا، برادر عزیز تو فردا بیا، برادر عزیز تو پس فردا بیا، اینا رو به ترتیب منظم کنه. در غیر از جوابگو بوده نمیتونه که چند میلیون نفر یک دم بره بدم یک ریاست و اینا عریضه داشته باشن و جوابگو اینا بوده نمیتونه. ببینید تکنولوژی بازم در اینجا کاربرد داره. یا یک بانک شما در نظر گیریم، همزمان بل های برق می آید و کل خانه ها تقسیم میشه. حالا کل نفوذ اگر سر همین بانک های هرات تقسیم کنیم، شما به همین حاله، حالا شما 7 سال بعد که 60% نفوذ میشه، شما ببینیم اگر کل از این نفوذ به این بانک ها مراجعه کنه، به هر بانکی شاید چندین هزار نفر برسه. یک بانک نمیتونه در یک روز یا در یک وقت جوابگوی چندین هزار نفر بشه، مگر اینکه سیستم باشه برای از این و این بل آنلاین تحویل بشه، حالا نوبت دهی بشه، تایم زده بشه، یا دیگه سیستم های روش هایی که خود از اونا در نظر دارن و یه امکان پذیر است با تکنولوژی فقط. دقیقا بله. و همچنان در قسمت پاسپورت و تذکره در گذشته ها فرد حضورا باید دریزه می کرد و همون طی مراحل را انجام می داد، کم چندین روز در بر می گرفتن، وقت ضایع می شد. و از طرف دیگر امروزه می بینیم که آنلاین فرد می تونه از طریق موبایل همراه خود خود ثبت نام بکنه و از اون خدمات و از اون مزایایی که هست دریافت بکنه. پس بعدی تابلوهای داخل شهر را اگر امروز ببینیم، گرچه امروز هم استفاده میشه، در گذشته ها باید دستی نوشته میشد، امروزه توسط تکنولوژی اگر لیزری باشه یا حکاکی باشه با وسیله ماشین، اگر چاپی هم باشه باز هم بر روی بنر چاپ میشه. خب باز هم این هم برمیگرده به خدمات شهری که سهولت ایجاد شده. دقیقاً یه خدمتی هست برای افراد جامعه، خیلی جا حتی آدرس ها شما میتونیم پیدا کنیم، فروشگاه ها، انواع ابزار
و دفاتر سازمان هایی که شما مراجعه میکنیم میشه که اونا رو استفاده کنیم و خوبی از او بسیار هزینه شاید بسیار به مراتب کمتر و قابل تغییر هست. میتونیم هر روز یک موضوع تبلیغ خور حتی به موجود شما بگذاریم، یک موضوع جدیدی بگذاریم، نام دفتر سازمان تغییر میکنه، یک شماره تلفن شما ممکنه یک شماره شما گم بشه، تغییر دور کل تابلو نمیخواد سر نو بنویسیم، همون یک کلیک شما میتونیم کور در حقیقت. ولی اگر دستی باشه باز کلا رد میشه دوباره، پس تزیین شه از سر آماده شه که خود هم وقت گیره، هم هزینه ها رو در بر میگیره و هم از طرفی میشه گفت آنچنان چیزی که ما توقع داریم دریافت نمی کنیم. خب جناب استاد، آیا ما هم من حیث شهروندان جامعه کدام مسئولیتی داریم در قبال این خدمات؟ گر شما اشاره کوچکی در ابتدا داشتین، خب مسئولیت شهروندان رو در مقابل این خدمات شهری که همچنان پا بر جا بمونه و زیادتر بشه صحبت شما رو بشنویم. تشکر از این سوال. من توقع از این داشتم که این سوال پرسان بشه، بسیار سوال مهمی هست در این بحث. ببینید در هر جایی که ما یک در یک جامعه که میبینیم و انکشاف کرده پیشرفت کرده، تنها دولت زیرخر نبود. بیایم سابقه از اونها رو بررسی کنیم، بیایم تاریخچه از اونها رو بخونیم، تاریخ از اونها رو بخونیم، فرهنگ از اونها رو مطالعه کنیم، مطمئنا که تمام افراد جامعه دست به دست هم دادن، مانند یک تیم همراه با دولت یک جا کار کردن و یک قسمت رسیدن. دولت به تنهایی در هیچ جایی نمیتونه خدمات به خصوص عرضه خدمات شهری به کل شهروندان بدون همکاری شهروندان برسونه. هیچ دولتی توانایی از این نداره مگر اینکه خود ما این کار را انجام بدیم. ببینیم یک نمونه مثال پیشتر از چراغای ترافیکی گفتم. چراغ ترافیکی دولت موظف است که او جور بکنه و در سطح جاده، ولی اجرای از او در حقیقت دست ما هست. در هر جاده نمیشه در هر کوچه و هر جاده یک نفر استاد باشه، اینقدر امکانات نیست. شاید ما صدها جاده داشته باشیم، صدها نفر در یک روز توظیف کردن از او از سوی مدیریت ترافیک حالا یا ریاست شهرداری بسیار مشکل هست این کار. بنابراین ما هستیم، قانون آمده، بسیار هم نفع ما هست، خیلی مفیدیت های زیادی داره، ما باید بر خود تطبیق کنیم. بیایم آب هاشمدینی در نظر بگیریم. آب صحیح برای شما می آیه، حالا تکنولوژی آمد، دولت زیربنار ساخت و آب هاشمدینی آمد، آیا چقدر از این آب مفید استفاده می کنیم؟ امروز می بینیم دنیا با مشکل آب برخورده و از جمله کشور ما متاسفانه در این بحث مبتلا هست. ببینیم ما چقدر از آب مفید است و کجاها ما یا مترخور واقعا میستاد میکنیم، با هزار لیتر آب مترخور میشوریم. این مسئولیت نمیتونه دولت خانه به خانه نمیتونه بره بگه برادر مترخور نشو، یا او دست از او بگیره برادر مترخور نشو، نمیبینه دولت و نمیتونه او ببینه. بنان ما هستیم که قانون رو در حقیقت ما دست به دست. ببینیم از صفایی شهر ما گفتیم، درست است وسایل تکنولوژی بسیار نوینی آمده، ولی آیا ما مینیست یک شهروند چی کار کردیم؟ آیا واقعا چیزی در سطح شهر اولا که خود ما در اونجا یک مشکل ایجاد نکردیم، یک آشغال در یک جای نریختیم، و دوم آیا اگر چیزی دیدیم برداشتیم؟ توانایی ما بوده به مسیر را پیاده رو میریم، آیا شده تا حال یک دو مورد چیزی برداریم داخل سطح آشغال بندازیم؟ یک کمک همکاری بسیار کوچکه. اگر ما به روزانه هر کدام ما تعهد کنیم که یک ذره از آشغال های یک قسمت از شهر دم خانه خورد، دم دکان خورد، دم دفتر خورد، داخل مطر خورد فلان درست منظم پاک بکنیم، ببینیم به چند میلیون آشغال در روز میرسه، و اگر ضرب بکنیم چند مطر آشغال میشه در روز ما جمع‌آوری میکنیم توسط بدون از اینکه شهروالی دخل داشته باشه. اینا نمونه های مثال هست از قوانین. ما خواهش میکنم از بیننده های عزیز، همینجی عزیزان ما هستند، بیایم همه ما متحد بشیم به این خدمات شهری، به خصوص متعهد بشیم که ما هم این قوانین خدمات شهری به درستی رعایت میکنیم تا یک جامعه بسیار مدرن و پیشرفته و بسیار انکشاف یافته. دقیقاً سپاس از شما. بحث چراغ های ترافیکی شما اشاره کرده، نیاز است که یک بار دیگر هم بیان بکنم. در روزهای اخیر خوشبختانه مشاهده میشه که در همون نقاط شهری که بالاخره چراغ های ترافیکی آماده نبود، اونا هم دوباره آماده شده. یک موضوعی که دیده میشه متاسفانه بعضی از دوستان ما که از وسیله موتور و یا هم وسیلات کوچکتر استفاده میکنن، میگن چراغ برای ما نیه دیگه، حتما باید موتر باشه که اینجا استاد بشه، ما تیر میشیم از چراغ. و یا هم بعضی دوستان که موتر دارن مستقیم تیر میشن. چقدر خوبه که بیایم همین ذهنیت اشتباه رو برداریم و بدانیم که برای همگی هست قانون، باید تطبیق بشه و در قسمت زیباسازی شهر خود کوشا باشیم و همکار باشیم. دقیقا این برمیگرده به فرهنگ شهرنشینی.
که من امیدوارم از اطلاعات و معلوماتی که در فرهنگ شهرنشینی در جاهای مختلف در وبسایت ها هست، کتاب ها هست، دوائر مختلف ادارات جامعه مدنی هستن، با اینا مشوره بشه و از اینا پرسان بشه امی فرهنگ شهرنشینی آیستا آیستا رواج پیدا کنه. چراغ ترافیکی حتی با عابر پیاده هست. حالا این وسایل که خیلی شوخی کنم با بیننده ها کوچکتر از عابر پیاده دیگه نیست. با عابر پیاده حتی چراغ ترافیکی هست که باید عابر پیاده در یک زمان مشخصه که اونجی لایت داره باید بگذره. تشکر از شما جناب استاد. اگر کدام حرف و صحبت باقی مانده باشه میخواییم در پایان از شما بشنویم. تشکر از شما بسیار زیاد از برنامه بسیار زیبای شما که اجرا میشه. تنها خواهش من دارم در آخر هر برنامه مهمیر مطرح کردم این است که در این برنامه چیزهایی که گفته میشه و شنیده میشه و ما در تبادل نظر میکنیم با شما صحبت داریم با بیننده ها چیزهای خدمت از اینا عرض میکنیم، اینا در حقیقت به جامعه عمل در حقیقت پیاده بشه، عملا پیاده بشه و ما از استفاده بکنیم. از این امروز تصمیم بگیریم که ما این قانون مراد میکنیم، قانون ترافیک مراد میکنیم، از آب کم استفاده میکنیم، درست استفاده میکنیم، از برق درست استفاده میکنیم، هوا بسیار گرم از ضرورت هست، فلان قانون شهر خور پاک نگه میداریم، خانه خور پاک نگه میداریم، تمام قوانین مراد میکنیم. من خواهش من فقط امی هست به عنوان آخرین بحث. تشکر از شما و سپاس از همراهی شما بیننده های عزیز در برنامه اصر اریوا. تمامی صحبت ها و بخش هایی که تقدیم شما میشه همگی به نفع جامعه، به نفع شهروندان جامعه است و نکات بسیار ارزشمندی بیان میشه. چقدر خوبه که در عملی سازی این موارد اون قسمی که جناب استاد گفتن کوشا باشیم و مسئولیت پذیر باشیم. در ادامه برنامه اصر اریوا با ما همراه باشیم.